با بهترین درودها بر شما هم‌میهنان ارجمندم در همه جای جهان. برنامه‌های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را پی می‌گیریم با دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک که مروری خواهد داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه‌های امروز ایران، همزمان با کوتاه خبرهایی برگزیده از ایران، منطقه و جهان. نخست، به روال معمول همه شب مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب. موجی از واکنش‌های انتقادی به صدا و سیما به خاطر پخش نکردن مصاحبه محمد جواد ظریف و عادل فردوسی پور در عمده روزنامه‌های اصلی کشور، هرچه انتخاباتی تر شدن سپهر سیاست ایران با پایان نامنویسی‌های نامزدها و همینطور حضور نامزدهای کابینه‌های قبلی و کنونی برای مجلس، فرمان حسن روحانی به وزارت اطلاعات برای بیطرفی در امر بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات پیش روی، همچنین در آسمان شهر به دور از سیاست نیز افزایش آلودگی مرگبار هوای پایتخت با اعلام افزایش مرگ و میر در کشور. در حوزه خبرهای منطقه‌ای، دومین روز از پیشروی همه جانبه ارتش عراق به ارمادی و در جبهه دیگر از همین کشور، دورخیز تازه بارزانی برای استقلال اقلیم کردستان عراق از پهنه این کشور. اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه دوم دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه مروری خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه برگزیده از ایران. مراحل ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ایران در ستاد انتخابات کشور با ورود جرگه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی وارد فازهای تازه‌ای شده است. همه مردان کابینه‌های قبلی و بعضاً جدید با نامنویسی روی روی هم قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های منتشره، ششمین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حالی به پایان رسید که چهره‌های سرشناسی چون موحدی کرمانی، دبیرکل روحانیت مبارز، صادق لاریجانی، آملی لاریجانی در واقع، رئیس قوه قضاییه منصوب علی خامنه‌ای، همینطور مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری کابینه روحانی و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، برای نمایندگی مجلس خبرگان نامزد شدند. از سوی دیگر محمد رضا عارف، رئیس بنیاد ایرانیان، سید محمد حسینی و محمد عباسی از وزرای دولت دهم احمدی نژاد به همراه مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری و محمد عباس پور نماینده ادوار مجلس، فاطمه راکعی، اشرف بروجردی و احمد توکلی برای ثبت نام در انتخابات مجلس به فرمانداری های محل سکونت خود مراجعه کردند. همه از طیف اصلاح طلبان بودند. و اما روزنامه های ایران نیز در این میان تمامی نیم صفحه های اصلی شماره این روزهای خود را به این موضوع اختصاص می دهند. از جمله روزنامه آرمان، نزدیک به مردان هاشمی رفسنجانی که به بیت جماران و خاندان خمینی نیز نگاهی هماره دارد، عمده تمرکز را روی حضور نوادگان خمینی به انتخابات گذاشته بود. آرمان در شماره امروز به چرایی حضور نوه خمینی در انتخابات مجلس پرداخت و به نقل از مرتضی اشراقی، یکی از نوادگان روح الله خمینی، مدعی شد که امام فرزندان خود را از دخالت در سیاست منع نکرده بود. آفتاب یزد نیز با عارف و همسرش راهی پیشخوان نشریات شهر شد. همون گونه که میبینید، آفتاب یزد صحنه ای از ورود دکتر عارف و همسرش را نشان میدهد و مینویسد امید ایرانیان در تالار وزارت کشور. آفتاب یزد که گزارش اصلی شماره امروز رو به ثبت نام محمد رضای عارف اختصاص داده بود، از وی به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یاد کرد و در گوشه ی از این گزارش بلند به نقل از عارف خواستار آن شد که اجازه دهیم در انتخابات صندوق رأی حرف آخر را بزند، که به نوعی برمیگردد به بدگمانی های زودهنگام برخی از مردان اصلاح طلب از قلع و غم احتمالی نامزدهای این طبقه از مردان سیاست ایران. روزنامه ابرار هم از ثبت نام یاران احمدی نژاد خبر داد و روزنامه تحول‌خواه ابتکار با نشان دادن سفارایی دو طیف اصلی سیاست ایران برای انتخابات مجلس از آن به عنوان تقابل انتخاباتی کابینه ها
یاد کرده بود. ابتکار در این گزارش اشاره کرد که با نوع حضور نمایندگان جریان‌های فکری از دو سوی جریان حاکم در سیاست ایران، آرایش انتخاباتی جریان‌های سیاسی مشخص‌تر می‌شود. بیننده برنامه صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با ورقهایی از دفتر صفحه یک. دستور حسن روحانی به وزارت اطلاعات ایران برای موضع بیطرفی در روند بررسی صلاحیت ها نیز بر صدر روزنامه های امروز جای گرفت. از جمله روزنامه اعتماد فرمان روحانی به وزارت اطلاعات را موضوع اصلی شماره امروز روزنامه خود برگزید و با لحنی تا حدودی دستوری به وزارت اطلاعات یادآور شد که در بررسی صلاحیت ها بایستی کاملا بیطرف و قانونی عمل شود. همچنین حسن روحانی در این هشدار و تذکر به وزیر اطلاعات متذکر شد که حق الناس هم حفظ رأی مردم است و هم کمک به حضور تمام کسانی که از نظر قانونی صالح هستند. لازم به توضیح است که به استحضار بینندگان عزیز برسانم که واژه حق الناس نخستین بار از سوی شخص آیت الله علی خامنه ای به کار رفت که بعدها هاشمی رفسنجانی و دیگر لایه های موسوم به میان روهای نظام در مقابله با طرفداران افراطی منتسب به خامنه ای از این واژه به کار می بردن تا از هر گونه تقلب و تخلف آنها را منع کنند یا تذکار و انذار و هشدار دهند. خبرها و نظرها را با خبری منطقه‌ای ادامه می‌دهیم و پی می‌گیریم. داعشی‌ها گامی به عقب نشستند و پیشروی ارتش عراق می‌رود که الرمادی را از چنگ داعشی‌های حاکم بر شهر آزاد کند. تا جایی که مقام‌ها ابراز امیدواری می‌کنند که شهر تا پایان هفته تحت کنترل کامل ارتش ملی عراق درآید. هرچند یک سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سخنانی تا حدودی با احتیاط و محتاطانه گفت که نبردی سخت در پیش است. البته گزارش‌های نیز منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای عراقی که به سوی مجتمع اصلی دولت در شهر پیشروی می‌کنند با مقاومت تک تیراندازها و بمب‌گذاران انتحاری روبرو شدند. رمادی در ماه گذشته به دست داعشی ها افتاده بود که در واقع شکستی بسیار سنگین و تا حدودی شرم‌آور سیاسی برای ارتش عراق بود. در این راستا سرهنگ استیو وارن سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا تخمین زد که تا 350 جنگجوی داعشی هنوز در الرمادی هستند. شمار غیر نظامیان حاضر در شهر ده ها هزار نفر رقم زده شد. گزارش های منتشر شده دایره بر این که داعش مشغول گردآوردن مردم عادی احتمالاً به عنوان سپر انسانی است. شرح تکمیلی این خبر و سایر خبرهای منطقه‌ای مرتبط از سوی همکارانم در آن سوی خبر به آگاهی شما خواهد رسید. باز در حوزه منطقه‌ای البته خبری از عراق، این بار خبری که علاقمندان تمامیت سرزمینی عراق را نگران کرده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق رسما برای چندمین بار خواهان استقلال این بخش از خاک عراق شده است. رسانه های کرد دیروز سه‌شنبه اول دی ماه گزارش دادند مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب دموکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد خواست از خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند. بارزانی همچنین از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در عراق خواسته است که در نظام حاکم بر این کشور بازنگری کرده و به کردها و دیگر اقلیت‌ها فرصتی برای مشارکت واقعی بدهند. شبکه خبری روداو نزدیک به ریاست اقلیم کردستان عراق به نقل از یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق گزارش داده است که بارزانی از شورای رهبری حزب خواسته است تا با گروه‌های سیاسی کرد به منظور توافق بر سر سازوکار اجرای همه پرسی استقلال گفتگو کنند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. صدا و سیما ظریف فردوسی پور در دقیقه 90 بخش بزرگی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌ها و تیترها و عکس‌های امروز روزنامه‌ها بود، تا جایی که حتی ادبیات ورزشی بر سپهر سیاست ایران سایه افکنده بود که نمونه از آن عناوین را با هم دیگر مرور می‌کنیم. روزنامه روزان سانسور ظریف در دقیقه 90 را عنوان اصلی آراست. آفتابی از در بررسی حواشی برنامه 90 نوشته بود که ظریف از 90 حذف شد و یا روزنامه اعتماد با درج تصویری از فردوسی پور و ظریف از ظریف ممنوع در شب یلدا خبر داد.
ولی برخی از روزنامه‌های پیشروتر در عرصه اصلاح طلبی پرده‌های تازه از پشت پرده ماجرا نیز کنار می‌زدند. از جمله روزنامه بهار در مطلب اصلی شماره امروز از پشت پرده حذف ظریف از یلدای صدا و سیما به نقل زیباکلام مدعی شد که صدا و سیما متعلق به یاران سعید جلیلی است. در همین گزارش از روزنامه بهار علی مطهری نماینده همار منتقد تیم اصولگرایان گفت که باید به حال فضای سیاسی کشور گریست. روزنامه جهان صنعت واکنش وزارت خارجه به عدم پخش مصاحبه نود با ظریف را اقدام غیر مسئولانه سیما خواند. شرق نیز از این واقعه به عنوان کارت قرمز دلواپسان به عادل و ظریف یاد کرد. این روزنامه عذرخواهی فردوسی پور از وزیر خارجه و بینندگان را به دلیل ممانعت صدا و سیما از پخش مصاحبه منتشر کرده بود. همچنین بر اساس گزارشی در روزنامه همدلی می‌خواندیم که ظریف در میانه راه به فردوسی پور پیامک تلفنی فرستاد و گفت پخش نشدن مصاحبه برایم مهم نیست، بی جهت درگیر نشوید. در این میان اما یادداشت‌ها و سرمقاله‌های انتقادی حسب انتظار البته علیه صدا و سیما کم نبود و عمده روزنامه‌ها ستون‌های اصلی یادداشتشان را به این موضوع اختصاص دادند. از جمله در صدر آن روزنامه ایران ارگان دولت بود که در یادداشتی از رفتار زمخت با ظریف انتقاد کرد. مهدی ملکی در یادداشتی در روزنامه ایران ضمن اشاره به پشت پرده ماجرای ضبط مصاحبه عادل فردوسی پور و جواد ظریف وزیر خارجه ایران و اینکه قرار بود این مصاحبه سورپرایزی برای تماشاگران 90 در شب یلدا باشد، البته به تعبیر ایرانیان سورپرایز، نوشته شده بود که یک اتفاق ساده همه معادلات را به هم ریخت و شرایط را تغییر داد. مصاحبه که قرار بود تا زمان پخش پنهان و پوشیده بماند به واسطه یک رابطه دوستانه یا رسانه‌ای یا چیزی شبیه به اینها تغییر پیدا کرد و برنامه‌های ذهنی مجری و تهیه کننده برنامه 90 را تغییر داد. به نوشته دبیر ورزشی روزنامه ایران همه چیز برای این گفتگو و شرایط پیرامونی آن هماهنگ شده بود، از جمله عکاس امینی که قرار بود تحت هیچ شرایطی عکسی از مصاحبه را منتشر نکند. اما یکی از افراد رسانه‌ای حاضر با تلفن همراه عکس گرفته و آن را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد تا ماجرای مخفی لو برود و رسانه‌ای شود. همین خطا کافی بود تا دست مدیران سایه را در سیما باز کند تا با موج منفی اتهام زنی و در نهایت فشار و لابی مانع پخش گفتگو شوند. ادامه می دهیم برنامه امشب صفحه یک را با سایر موضوعات: نفت، اقتصاد، آمار و زنگنه چهار سوی دیگر بسیاری از روزنامه های امروز بود. شهروند از افشاگری زنگنه نوشت و گوشه هایی از فشارهای پشت پرده رانت خاری و تمامیت طلبی های دنبالدار را از زبان زنگنه تشریح کرد. در این افشاگری های بجان آمده زنگنه از جمله گفت که تسلیم فشارها نمی شوم، تمام اختیار متانول و اوره را به یک فرد دادند، شرکت بازرگانی پتروشیمی را به فردی فروختند که بدنه بخش خصوصی به او اعتماد ندارد. زنگنه در بخشی از این افشاگری هایش گفت بود که من میروم اما جامعه در آینده ما را قضاوت میکند. بر اساس گزارش روزنامه شهروند زنگنه در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی این سخنان داغ و آتشین را گفت، ضمن آنکه شهروند از زنگنه به عنوان کاپیتان دولت یا همان شیخ شیوخ کابینه یاد کرده بود. فرق میزنیم با روزنامه های دیگر. قانون مطلب اصلی را بسان، سایر روزنامه های پرشمارگان امروز به تحریم ظریف در شب یلدا از سوی سیمای به اصطلاح ملی اختصاص داد و در بخشی از این گزارش با ابراز شگفتی از این رویه صدا و سیما نوشته بود که در دنیایی که رسانه‌های مختلف و شبکه‌های بزرگ و کوچک دنیا تمام توان خیش را برای جلب حد اکثری مخاطبان گذاشتند، سیاست‌های سیمای ملی به سمت و سوی رفته که انگار صدا و سیما از عمد سیاست ریزش مخاطب را در پیش گرفته است. مدیران سیما با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به ارزش وقت مخاطب در سال از کیفیت محتوایی برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی می‌کاهند. حتی ذهن همان اندک مخاطبان ارادتمند خود را نیز مشغول می‌کنند که به راستی آیا سیمای ملی ارزش دیدن دارد.
در دنیای نقد رسانه‌ای خاصه به صدا و سیما، اما یادداشت گزارشی از روند روبه فزاینده استفاده نسل نو از شبکه‌های اجتماعی در ایران و تکنولوژی‌های مدرن اینترنتی نیز می‌خواندیم که در یادداشت نسبتاً مقرون به واقع از راه اندازی کمپین چند ساعت بدون اینترنت به مضرات اجتماعی زیاد از حد مجازی شدن نسل نو، در واقع نکات تازه‌ای رو اشاره می‌کرد. یادداشت شهروند با طرح سوالاتی همچون چرا از همدیگر بیخبریم، چرا آنقدر دیر همدیگر را میبینیم، چطور شد که دوستهای مجازی جای رفاقتهای نزدیک و فامیلی را پر کردند، از کی ما دیگر از اقوام بیخبر شدیم و گاه و بیگاه خبر فوت کسی یا ازدواجشان به گوشمان رسید، کوشید که به نقش منفی اعتیاد به تکنولوژی اینترنتی نیز اشاره کند. این فضاها به زمه نویسنده ی روزنامه کم و میش برای همه ما آشناست. روزنامه در ادامه نوشتار نوشته بود که مدت هاست که نوجوانهای فامیل همراه پدر و مادرشان به مهمانی نمی روند. کودکان در یک اتاق جمعن، بر سر بازیهای کامپیوتری و تبلت و موبایل با هم جدل می کنند. غذا خوردنها دیگر سر سفره‌های شلوغ و پر هم همه نیست. همه عجله دارند زودتر بروند سرشان را در گوشی‌هایشان فرو کنند و سرگرم ارتباطات مجازیشان شوند، که به راستی از مضرات این میزان اعتیاد به تکنولوژی ارتباطی نکته‌های خوبی اشاره کرده بود. ادامه میدهم. روزنامه شرق یادداشت اصلی شماره امروز رو به نقد عملکرد صدا و سیما اختصاص داد و البته بیشتر نتیجه گرفت که عملکرد صدا و سیما عملاً عملکرد سیاسی بوده به نفع جریان اصولگرا در آستانه انتخابات. عبدالله ناصری از مدیران صدا و سیما در دهه 60 در یادداشتی به عنوان ریشه حذف ظریف از تلویزیون اینگونه میاندیشید که آفت دوگانگی در رفتار صدا و سیما، که این بار با پخش نشدن مصاحبه ضبط شده وزیر امور خارجه در برنامه ورزشی 90 از یک سو و در سوی مقابل دادن تریبون زنده به یکی از نامزدهای اصولگرای مجلس که اخیراً به عنوان یکی از سرلیست‌های انتخاباتی اصولگرایان برای ایجاد انسجام و موضع‌گیری سیاسی انتخاب شده است، موضوعی ریشه‌دار و باسابق است. این مدیر صدا و سیما در دهه 60 در مقاله خود ضمن برشمردن خصوصیات صدا و سیما در دوره‌های ریاست علی لاریجانی و زرقامی اشاره کرد که بعد از انتصاب سرفراز، البته سرافراز بایستی اسمشان باشد، در منصب ریاست این سازمان علاقمندی به برونداد سیاسی با گرایش جناحی در هر برنامه ای بیشتر از پیش سایه انداخته است. ادامه میدهم با دیگر مطالب. اما ماجراهای سفر حسن روحانی به شهر ری و بازخیزی محافل تندرو و دخمه‌نشینان علیه دولت روحانی بر صدر برخی از روزنامه‌ها جای گرفت. از جمله روزنامه بهار به نقل از استاندار تهران از خرابکاری سازماندهی شده در آستانه سفر روحانی به شهر ری خبر داد و اعلام کرد که دو نفر از خرابکاران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش روزنامه‌های مختلف نزدیک به دولت از جمله قانون، ابتکار، بهار و دیگر روزنامه‌ها، رئیس جمهور ایران امروز در سفر یک روزه راهی شهر ری شد، اما حاشیه‌های آن گویا پیش از آغاز سفر روحانی شروع شده است. تصاویر و عکس‌های منتشر شده روی فضای مجازی نشان می‌داد که بیلبورد‌هایی که به مناسبت خوشامدگویی برای رئیس جمهور نصب شده آسیب دیده و تعدادی از آنها پاره شده‌اند و بر روی بخش دیگری نیز رنگ پاشیده شده است. این روزنامه‌ها اشاره کردند که اتفاقی که در روزهای حساس منتهی به انتخابات مهم هفتم اسفند رخ می‌دهد، نشان از قدرت گرفتن تندروهایی دارد که همچنان در مسیر بیقانونی پیش می‌روند. به نظر می‌رسد حالا دامنه این حملات به خود دولت رسیده است. عدم برخورد با آنان که با نام خودسر به راحتی مجوز و قانون را به هیچ می‌شمارند و عدم ارزش قائل شدن برای مجوزهای وزارت کشور می‌تواند شرایطی بحرانی‌تر و خطرناک‌تر تا انتخابات را رقم بزند. مجموع هشدارهایی که این روزها از سوی بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی از تشدید تنش‌های پیشا انتخاباتی گفته می‌شود که در صدر آن هاشمی رفسنجانی نیز اشاراتی کرده بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که بلافاصله پس از صفحه 1 پخش خواهد شد. تا آنگاه شامگاه خوش. Get roots.